سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان و درودی ویژه تر محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. با برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک نگاهی خواهم داشت بر تازه های از امروز ایران در ایران فردا. برنامه امشب پنج شنبه چهارم دی ماه ایرانی برابر با 24 دسامبر 2020 میلادی رو با هم مرور میکنیم، در واقع واپسین شبهای سال 2020 میلادی و در واقع گام گذاشتن بر آستان 2021 میلادی و گذار روزگار بار دیگر، چه در تاریخ شمسی و خورشیدی، چه در تاریخ قمری و چه در تاریخ میلادی. در ماهیت عبور عمر و گذار روزگار تأثیری ندارد. خب، از جمله موضوعات بسیار مهمی که کماکان بر صدر رسانه‌های امروز باز به چشم می‌خورد، جدال‌های بودجه‌ای از یک سوست که تازه‌ترین اظهار مواضع رئیس سازمان موسوم به برنامه بودجه که پیشتر سخنگوی دولت بود، این اظهارات آقای نوبخت تنش‌ها و همینطور حواشی زیادی رو در شهر شبکه‌ها برانگیخته بود، در روزنامه‌ها هم به آن اشاره شده بود. گوشه‌ای از اظهارات آقای نوبخت رو که گویی یا تقطیع سخن بود میبینیم، بعد برمیگردیم موازه روزنامه ها رو که با چه نگاهی به این ماجرا پرداخته بودن. این تورمی رو که داریم این نیست، اینقدر پول تو جیب مردم هست که همه ریختن تو بازار میخوان خرید بکنن، جنس تو بازار کم هست و خود به خود قیمت بالا میکشه. خب، گوشه های از اظهارات آقای نوبخت بوده که در برنامه تلویزیونی پایش برنامه اقتصادی بوده، ایشون صحبت کرده بود که بخشی از صحبت هاش گویی یا منشأ برداشت های مختلف شده، خاصه جایی که ایشان به هر روی تاکید کرد که اونقدر پول در جیب مردم هست که بدین روی مردم یعنی زیاده خری میکنن به علت انباشت پول و کالا در بازار کم میآید و بدین روی هست که گرانی بر محصولات ایرانی پدیدار می شود. البته من این رو اشاره کنم همینجا که نظر به این که در همه حال ما بایستی پایبند به معقوله های اخلاق باشیم و لزوما اصلا در نقد مردان جمهوری اسلامی ما نیازی به تقطیع مطالبشون نداریم. ما صدا و سیمای جمهوری اسلامی 23 رضوانی آمن و سادات ذبیح‌پور نیستیم که با بریدگویی و با گزیده گرایی بخوایم هدفمون رو برسونیم. من کل ویدئوی آقای نوبخت رو دیده بودم در این رابطه مشخص. البته ایشان در تبیین دو تئوری اقتصادی که منجر به تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان می شود با اصطلاحات اقتصادی خاص خودش توضیح میداد و گویا شهر شبکه ها برخی از رسانه ها احتمالاً در انتقاد به کرد و کار مردان جمهوری اسلامی که آنقدر کرد و کار منفیشون بیشمار شد که بعضی هم به هر روی در این درصدد این هستن که بتوانند از هر واژه و مطلبی با تقطیع بتوانند که یک نیش و نقدی بکنند. کل مطلب رو که من میدیدم لزوما به این معنا نبود که در جامعه کنونی ما ایران مثلا به خاطر انباشت پول در جیب شهروندان هست که زیاد خرید در بازار صورت میگیرد و کالا کم میآید و بدین روی به تورم و رکود و این تیپ مسائل منجر می شود. اما جایی گفته بود که ما حقوق ها رو سر وقت میدهیم و به نحوی از آنها این مطلب از این که گفت که حقوق ها رو برای کارمندان حتی قبل از سر ماه سر وقت می دهیم، این هم واکنش خاص خود رو داشت که می دیدم روزنامه آفتابی یزد در گزارشی تحت عنوان منت می گذارم پس هستم به این بخش از سخنان آقای نوبخت، این دولت مرد حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی و بودجه ایران، انتقاد کرده بود که این یک وظیفه سازمانی هست و اصلا نبایستی این گونه بیان میشد و منت هست. واقعا هم چنین هستش در همه جا دنیا، در تمام دنیای حالا غرب جاهای دیگر، کسی که کار میکند بایستی در زمان مقرر قطعا به دریافتی هایش، به دریافت اون اجر و قرب همه جانبهش چه معنوی چه مادی نائل شود و این منتگذاری بیش نبوده، جز این که در سطوحی مثلا حالا کارفرمایی در پیش بردی یک برنامه دچار بحرانهای اقتصادی یا فعل و انفعالات مالی یا نوسانات مالی در شرایط خاص و بحران می شود، مثلا لوفتانزا در حوزه کرونایی مثلا خب به تعدیل نیرو پرداخته بود، یا کمپانی جهانی ایر بی ان بی که
اسکان توریست در سراسر جهان هستش، در ایام کرونایی خب نتوانست سرویس لازم رو بدهد و 21,000 کارمند خود رو تعدیل نیرو کرده. بدین روی آقای نوبخت این اشاره کرد مبنی بر اینکه ما سر وقت حقوق میدهیم، خیلی نکته نکویی نبوده که هیچ، از قضا منت بوده که روزنامه آفتابی از به آن پرداخته بود. اما بودن روزنامه دیگری که بخش های صحبت های آقای نوبخت رو پوشش بیشتر داده بودن، مثلا ابرار اقتصادی رو میدیدم که به نقل از آقای نوبخت گفته بود قدرت خرید مردم کاهش یافته است و به تحلیل و تشریح اظهارات ایشان در این ماجرا پرداخته بود. و اما دعواها حول FATF هر روز وارد فاز تازه‌ای از نزاع‌ها بین مردان جمهوری اسلامی می‌شود، در حالی که حسن روحانی صریحاً اعلام می‌دارد که تنها راه نجات ساختار جمهوری اسلامی از فساد سیستمی ایجاد شده ورود و پیوستن به FATF هست. اما در سوی دیگر کیهان نشینان صریحاً روی آقای روحانی موضع میگیرند و میگویند که این کد دادن به اتاق جنگ ایالات متحده آمریکاست. نگاهی خواهم داشت به برخی از روزنامه‌ها که اتفاقاً این موضوع امروز در بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران نیز انعکاس داشت که شما الان در صفحه تلویزیون خودتون می‌بینید. مایلم نخست اون اظهارات آقای حسن روحانی رو هم ببینیم که در رابطه با ضرورت پیوستن به FATF چه گفت، بعد برگردیم موازه روزنامه‌های منتقد دولت رو هم یه نگاهی داشته باشیم، با هم می‌بینیم. همونی که معروف بس به لوایح مربوط به FATF بهترین راه برای مبارزه با فساده، یعنی اون جاییست که روشن میکنه همه حرکت‌های مالی رو، حرکت‌های پولی رو. خب ممکنه بعضیا خوششون نیاد، ولی این راه مبارزه با فساده. خب گوشه های از اظهارات آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو دیدیم که در برنامه دیشب، البته من بخش دیگری رو اشاره کرده بودم، در نشست هیئت دولت بود این صحبت ها که از ضرورت پیوستن جامعه ایران، دولت ایران به FATF تأکید میکرد و میگفت تنها راه این که اصلا میخوایم با فساد مبارزه کنیم این پیوستن هستش. به لحاظ علمی خب تا حدودی زیادی بخشای صحبت ایشان درست بوده، چرا که در همه جای جهان در کشورهای توسعه یافته کسی، شهروندی که کار میکند، یک سوشال اینشورنس نامبر داره، یک شماره رهگیری اقتصادی داره که پولهایی که میاد یا میره به هر روی در یک نقطه قابل کنترل هست. در کانادا، در امریکا و جاهای دیگر سیستم اینگونه هستش. خب این موضوع میتواند نهادهای مالی تحت امر رهبری ایران رو دچار مشکل کند، چرا که پولهای زیادی در جامعه ایران خاصه از سوی نهادها و امپراتوری‌های مالی تحت امر رهبری که به هیچ جا پاسخگو نیستن، پولهای زیادی چمدانی از این فرودگاه به اون فرودگاه، از این گروه به آن گروه، از هشت و شبی به حزب الله رد و بدل میشه و بدین روی نیروهای اصولگرایان و رسانه‌های دسترسی مایل نیستن که این مقوله صورت بگیره. هرچند آقای خامنه‌ای گویا دستور دادن که دوباره بررسی بشه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. علی ای حال در برابر این اظهار موضع آقای حسن روحانی دیدم برخی از روزنامه‌هایی که صاحب سود و سهم بیشتری از نپیوستن به FATF بودن داد و فریاد بیشتر کشیدند، به پاسدارنشینان حمله کردند، چون که شما را میبینید مثلا روزنامه رسالت که خب دیریست از پایگاه های مؤتلفه و جناح بازار سنتی هستش، از این اظهار موضع آقای روحانی تحت عنوان مقاومت پاسدار در برابر قانون یاد کرده بود، در حالی که بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که از قضا بیقانونی هست که رسالت خواستار آن هستش، چرا که پیوستن دولت ایران به FATF حتی در مجلس تصویب شد. دو بند پالرمو و دیگر بندش تصویب شده بود و دو بند از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مشخص از سوی با پافشاری های شخص محسن رضایی که چه در سر داره در حوزه مالی حالا خودشان میدانند مسکوت گذاشته شده. در این رابطه تازه ترین گزارش ها حکایت از آن دارد که آقای صادق لاریجانی آمولی، فقیه آمولی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از مدت ها سکوت و رسوایی و انزوا نکته گفت و گویی یا سخنی تفقدآمیز خطاب به برخی از اصولگرایان میگفت، مبنی بر اینکه حالا بعضی ها اینقدر علی رغم که دغدغه انقلابی دارن داد نکشند، به هر روی بگذارید با تدبیری مسیر رو حل کنیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران حتی افزود که این بررسی پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
محضر شما بینندگان عزیز، مجدد اشاره می کنم که FATF یا گروه ویژه اقدام مالی در راستای پولشویی، در واقع گروهی ویژه اقدام مالی که در جهت مقابله با پولشویی و تروریسم مالی فعالیت می کند، به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با تصویب برخی از لوایح، عملا ایران رو به فهرست سیاه خود بازگرداند و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران با جهان محدود شد، تا جایی که واکسن کرونا رو هم نمیتونن بخرن و الان این دعوا و نزاع و جدال حول این ماجراست. گزارش اصلی روزنامه کیهان، FATF همکاری با اتاق جنگ آمریکاست نه مبارزه با فساد، که واکنشی بود به تازه ترین اظهار مواضع آقای حسن روحانی، و در واقع این خودش یک اتهام خیلی سنگین است که یک روزنامه تحت امر رهبری، رئیس جمهور یک مملکت رو میگوید که از اینکه شما خواهان پیوستن به FATF هستید، این نوعی همکاری با اتاق جنگ آمریکاست. یعنی اگر در یک کشور نظاممند و قانونمند ما قرار داشته باشیم، همین اتهام کافی که اصلا اون رئیس جمهور متهم به جاسوسی به تعبیری متهم بشود و بازداشت بشود، چه بسا حکم اعدام صادر کنند. و این میرسانه که در سامانه نظام فقیهان حرف زدن، میگویند مالیات ندارند و مفت است. این گونه است که همکاری با اتاق جنگ آمریکا میخواند و کماکان رئیس جمهورم کار خود رو پیش میبرد، علیرغم که این روزنامه تحت امر رهبری ایران هست. همون رئیس جمهور با فرمان پنهان آقای رهبری مجبور شدن که پولها رو جابجا کنن، میخوان به FATF بپیوندن و حرفهای روزنامه‌ای مثل کیهان هم نهایتاً خریدار نهایی نخواهد داشت. و اما دعواها حول تهیه و تأمین واکسن کرونا، که گویا همه مردان جمهوری اسلامی مجدد وعده کردند که از همه جای جهان واکسن کرونا را خواهند خرید، ملت نگران نباشند. دیشب اشاره کردم که حسن روحانی این گونه گفته بود که خواست مردم را از دغدغه و نگرانی در بیاره و پیوستن زود هنگام به FATF گویا برای حل کردن همین مشکل هستش. امروز هم دیدم که روزنامه‌های زیادی، شما معلوم بر صفحه تلویزیون خودتون می‌بینید، به این موضوع پرداخته بودند. حسب گزارش بسیاری از منابع خبری، روزنامه‌ها و سایر منابع خبری در ایران، رئیس بانک مرکزی ایران هم به مردم اطمینان داد که مردم مطمئن باشند خرید واکسن کرونا در اسرع وقت انجام می‌شود. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، اشاره داشت که برای خرید واکسن کرونا از خارج از کشور در این مرحله 200 میلیون یورو تخصیص داده شد. همتی نوشته بود که هماهنگی لازم رو با وزارت بهداشت در این خصوص داریم و مردم عزیز مطمئن باشند که خرید و انتقال واکسن کرونا در اسرع وقت انجام خواهد شد. اتفاقا به کارگیری واژه انتقال واکسن کرونا، اگر من دیگه خیلی بخوام موضوع رو تحلیلی ببینم، چه بسا هم باشد، میرساند که چون ذکر نام کشور نکردن، ما الان دو تا محصول به هر روی برند مطرح جهان داریم که مال امریکا و به طور مشخص امریکاست دیگه، همون فایزر و مدرنا، که خب این دو محصول موجوده که میگویند برای انتقالش مستلزم داشتن لوازم سرمایشی خیلی عالی هستش، که خانم دکتر مینو مهرز پیشتر گفته بود که این محصول به خیلی از کشورها نخواهد رفت به خاطر شرایط حمل و انتقالش. محتملا اینها بخوان از امریکا هم این رو بخرند، ولی خب ذکر نام نمی کنند فعلا. وعده سر خرمن برای تولید واکسن موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام رو هم کماکان تکرار می کنند. کماکان بیننده یه برنامه شامگاهی صفحه یک هستید. خبرها و نظرها رو با مجموع مطالب منتخب دنبال میکنیم. از جمله موضوعاتی که میدیدم، بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران هم با اون واکنش نشان داده بودن، البته در خیلی از خبرگزاری‌های جهانی هم انعکاس یافته بود، فرمان عفو برخی از همکاران یا متهمان امریکایی بوده که در آستانه کریسمس و سال جدید میلادی از سوی آقای ترامپ گویا یک فرمان عفوی صادر شده بود که در مشمول بخشی از کسانی هم شده بود که پرونده هاشون متهمین قتل مثلا تو مقوله حوزه امنیتی در عراق بودن. حسب گزارش بسیاری از این رسانه‌ها، رئیس جمهور آمریکا به مناسبت فرارسیدن کریسمس گویا 20 مجرم از جمله دو نفر در ارتباط با دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016، 4 نفر در ارتباط با قتل غیر نظامیان عراق و 3 نفر از اعضای سابق کنگره رو که به جرم فساد مالی محکوم شده بودند عفو کرد.
گلایه بیشتر روزنامه چاپ تهران بر این مبنا متمرکز بود که 88% از 45 نفری که مورد عفو واقع شده بودند از سوی ترامپ بیشتر کسانی بودند که رابطه شخصی داشتند و دوستان ایشان بودند و به نحوی در تلاش بودند که نظام قضایی امریکا رو متهم کنند به شیوه های همپوشان و مشابه جمهوری اسلامی که مثلا رانتیسیزم ویژه خاری توش هستش و دوستان آقای رئیس جمهور در واپسین روزهای باقی مانده در عرصه حکمرانی ایشان بخشوده شدن و این بخشودن منطقی نبوده، خاصه کسانی که در قتل چند غیر نظامی در عراق به تعبیری نقش داشتن. حتی من دیدم که بعضی ها این انتظار رو از آقای ترامپ داشتن که آقای جولیان آسانج مدیر ویکیلیکس بخشوده بشود، که البته خب یک تقاضای به نسبت خوبی بوده که کاش چنین میشد. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب در وقت باقی مانده، از جمله موضوعاتی که بسیار در رسانه های چاپی تهران هم سر و صدا کرده، در سایر رسانه ها همانا اعتراض پدر یکی از کشته شدگان انرژی هسته‌ای به آقای احمدی روشن. البته چون در اصل دانشمند هسته‌ای بودن احمدی روشن ابهام هست، من گفتم یکی از کشته شدگان یا کارکنان انرژی هسته‌ای، چرا که قطع یقین نیست، واقعا ابهام همیشه رو ایشون وجود داشته. آگاهی یافتید که نسبت به نامگذاری یکی از خیابان‌های تهران به نام استاد محمد رضا شجریان، اینها به طور نیروهای خودسری بودند، به زمین با ادبیات جمهوری اسلامی بگوییم، که آتش به اختیار کردند و رفتند تابلوی نامگذاری شده و نصب شده یا آقای زندگیات شجریان رو پایین کشاندن و به نام آقای شهید فخری زاده تغییر دادن. بسیاری از روزنامه همون گونه که شما میبینید به این موضوع پرداخته بودند. یا روزنامه آرمان ملی نیز در گزارشی تحت عنوان کینه 7 نفره به خیابانی با نام شجریان سعی داشت که به حضور اندک و کم شمار معترضین که 7 نفر بودن اشاره کند و اصل این اعتراض رو تقلیل دهند که مثلا یک گروه 7 نفره بودن و کینه دارن با نام شجریان. واکنش ها بسیار وسیع بوده. خب به درستی البته من دیدم در شهر شبکه اکثر جوانان و ایرانیان اشاره کرده بودند که جای جای دل و قلب و روح ایرانیان، خانه و کوچه های دل ایرانیان، نام و یاد آقای شجریان زنده هست و این کاری رو که گروه های تون رو کردن موجب رسوایی خیش شدن بیشتر. البته در تازه ترین گزارش ها می دیدم که خود خانواده آقای فخری زاده به تعبیری ایشان گفتن که این کار درست نبوده، غلط هست و پیشتر خیابانی به نام پدرشان یعنی آقای فخری زاده نامگذاری شده. آقای حقشناس عضو رئیس بخش امور فرهنگی شورای شهر تهران که پیشتر مدیر کل سیاسی وزارت کشور بوده، اصولا از مردان خوشندیش شورای شهر هستش، ایشان خب خیلی تلاش کرد. ایشان در توضیح خودشون گفت که ما در خیابان صنایع تهران رو در نخستین روزهای پس از ترور آقای فخری زاده به نام ایشان نامگذاری کردیم. تازه ترین گزارش ها حکایت از آن دارد که حتی عیسی فرهادی، فرماندار نسبتاً دست راستی یعنی علی‌رغم اینکه تو کابینه روحانی هستش، اعتدالی مایل به راست میزند، از قدیم هم این گونه بوده. ایشون گفته که اصلا اصل این نامگذاری در خیابانی به نام آقای شجریان کار قانونی نبوده و آقای حقشناس هم توضیح داده که چرا قانونی بوده. 20 سال اخیر تمام نامگذاری هایی که صورت می گرفت با یک اطلاع دادن ما کار رو تموم می کردیم، حالا نام شجریان شده، به تعبیری ایشون گفته که خلاف قانون بوده. روزنامه دسترسی و کلن گروه های مصوم به ارزشی که اصلا خب اشخاص مثل شجریان ها رو ارزش های جامعه ایرانی نمی دونن که بخوان نسبت به موضوع واکنش نشان دهند، فقط روزنامه های نزدیک به طیف هنردوست یا تحول خواهان بودن که به این موضوع پرداخته بودن. البته گفتن که کار اینها هم خیلی حد اقلی و دست کمی بوده. ریشه همه اینها بخوایم بررسی کنیم خواه نخواه به ساختار و سیستم معیوب برمیگردد که به گاه لزوم بالاترین مقام یک مملکت صریحا فرمان آتش به اختیار میدهد و میگوید جوانان مؤمن و حزب اللهی جایی که خودتون تشخیص دادید که وقتی صداتون به جایی نمیرسد یا نهادهای رسمی دولتی دارن آن کار دیگر میکنن، بریزید به خیابون، قتل زنجیری کنید، آدم بکشید، تابلو رو پایین بکشید، هر کاری میخواید بکنید و اون اسمشو گذاشتن آتش به اختیار. و در هنگام بازداشت اگه منجر به قتل هم شد، خیلی جالب است که میگویند گروه های خودسر. این ادبیات فقیهانه است برای توجیه جنایات فزاینده در جامعه ایران. از جمله موضوع دیگری که تو مقاله کرونا میبینم که بسیار نگرانی ها در جامعه ایران ایجاد کرده، همانا رد پای جهش کرونا در پیک اخیر ایران هست که روزنامه افکار با همین مطلبی که من خوندم
سفارایی شده بود که به کارگیری واژه ردپای جهش کرونا به همون کرونا جهش یافته در بریتانیا اشاره دارد. امروز هم کماکان روزنامه‌های دسترسی و نهادهای نزدیک به قدرت و رهبری همواره با تفکیک ویروس به نام ویروس چینی، ویروس انگلیسی سعی دارن که نوعی بدگمانی و نفرت افزایی رو نسبت به بلوک غرب رو در افکار عمومی ایران مستمر رو زنده نگه دارند. امروز هم می‌دیدم برخی روزنامه‌ها این گونه سفارایی می‌شدند. علا ای حال جهش کرونا، ردپای جهش کرونا اشاره داشت به کرونا جهش یافته انگلستان که اینها معتقدن که در البته روزنامه افکار به طور غیر مستقیم مشخص هم اشاره نکرد که ردپاش داره مشاهده میشه، اما خب وزیر بهداشت گفت که با بررسی هایی که داشتن تا کنون مشاهده نشده. نظر به اطلاع رسانی غیر شفاف، نامطمئن و دروغ از سوی ارکان اصلی حاکمیت مثل وزارتخانه ها و اینها، این نگرانی از سوی افکار عمومی میتواند همین به حق باشد. و در وقت باقی مانده مایلم که یادی بکنم از پنجم دی ماه 17 سال پیش و نام و یاد آن واقعه تلخ در بم رو گرامی بدارم که بسیاری از روزنامه ها امروز به اونم پرداخته بودن. خب زلزله بم بود و چون این جانب گفتم از اولین ساعات بروز آن زلزله هولناک در شهرستان بم به آنجا حضور یافته بودم و اون غم و اون تلخی رو هیچگاه فراموش نخواهم کرد. برای من جالب توجه بود که یاد و نام اون عزیزان رو گرامی بداریم، خاصه آنکه آنها مظلوم واقع شدن، مخصوصا بازماندگان. و امروز می‌دیدم روزنامه‌هایی هم به این موضوع پرداخته بودن، مثلا شهروند در گزارشی تحت عنوان بم وامانده در غم اشاره داشت که تن رنجور بم هنوز از زلزله زخمی است. در بخش از گزارش روزنامه شهروند به این زلزله مهیب 12 ثانیه‌ای اشاره شده بود که خب به طور رسمی اعلام شده بود 40,000 نفر مردند، ولی همان زمان فرماندار شهر اومده بود گفت 75,000 نفر مردند. به چشمانم دیده بودم که فرماندار اومد به وزیر کشور وقت گفته بود که اصلا نیازی نیست که شما آمار جان باختگان زلزله رو بگیرید، کافی است که من آمار زندگان شهر رو به شما بدهم و آمار مجموعی جانباختگان رو مطمئن خواهید شد. که خب اون زمان 90 خورده‌ای هزار جمعیت داشت که آقای فرماندار وقت کردن به اسم به ذهن من نیست گفته بود که 75,000 نفر کشته شدن. علی حال در بخشی از گزارش روزنامه شهروند نیز اشاره شده بود که جشن بازسازی در این شهر صورت گرفته، اما همه اینها در راستای دستیابی به تخصیص بودجه بوده و کاری صورت نگرفت. جایی که از ویرانی های باقی مانده می نوشت، از اندوه عمومی که هنوز از شهر نرفته، از چادرنشینی ها و از خانه هایی که درب رو باز می کنند به خاک می خورند. جشن بازسازی یک معنا داشت، حذف بودجه بازسازی بم. شهر ماند و زیر ساخت هایی که هنوز هم میل به احیا ندارند، شهر ماند و مهاجرانی که به امید زندگی بهتر مهمان آن شدند، بم ماند و بیکاری اهالی، اما هنوز هم همه من تنهاییم. گزیده ای از اظهارات شهروندان بم پس از 17 سال. البته خب قرارگاه خاتم الانبیا احتمالا سید محمد محتملا اگر میخواست کارنامه خود رو برای ایستگاه 1400 بیشتر بنمایاند، و این روزها میبینم که صدا و سیما دم و ساعت صحنه های افتتاح پروژه ایشان رو به نمایش میگذارد، دریغ از افتتاح یک کانکسی، یک خانه بتونی در بم، در حالی که همین نهاد نظامیان همان سال ما اونجا حضور داشتیم میدیدیم که بیمارستان های صحرایی اعطا شده از سوی کشورهای توسعه یافته غربی رو از همان فرودگاه به یغما میبردند تا به زعم خیش برای روزهای مبادای خودشان. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.